شاعر مردمی ترقی خواه و عدالت پیشه و به نوایان جهان را دوست می داشت. مس انا همین مهر و محبت بود که متفکران، سیاستمداران و بزرگان علم و ادب در حق استاد اندیشه های نجیب می گشتند. مثلا نویسنده بزرگ چنگیز ایماتوف می گوید به خاطر شاعر میرزا تورسونزاده که راه ما را در ادبیات با نورهای الهی و اعجاز سخن منور کرده است، سری تعظیم فرود می آید. آشیان گرمی‌گذاری در دل انسان گذار، از راه مهر و وفا و عهد به پایان گذار. نیست چون که هیچ چیزی از دل انسان بلند، آشیان مهر خود در مغز مغز جان گذار. استاد میرزا تورسونزاده از عمره آن اشخاص ادب و فرهنگ خلق تاجیک است که با ایجادیات رنگین و بلند مضمونش آشیان مهر خود را در دل مردم گذاشته است. او در جریان زندگی پرفیض و پر افتخار خیش با خدمت‌های شایسته‌اش در حقیقت سزاوار محبوبیت گردیده است. امروز مزار استاد زیارتگاه دوستداران شعر والای او است. شاعران و نویسندگان، خادمان دولتی، استادان و دانشجویان همساله در عرفه زادروز استاد و زیارتگاه او می‌آیند. خصوصاً استادان و دانشجویان فکلته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان زیاده از 30 سال است که در عرفه زادروز شاعر زنده‌یاد و مزار او و دیگر فرهنگیانی که در قبرستان لوچاب مدفون هستند آمده زیارت میکنند. چون انعنه امسال هم یک گروه استادان و دانشجویان به زیارتگاه استاد آمده سخنرانی و شعرخوانی کردند. یکی از این استادان خدای نظر اسدزاده از خدمت بزرگ تورسونزاده برای ملت و ادبیات تاجیک یادآور شد. حیات عبرت بخش تورسونزاده را به دانشجویان نقل کرد. اگر در سال 1946 تورسونزاده را بابا جان غفوروف کشف کرده باشد و رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان به عوض ساتی ملوزاده مانده باشد، در سال 2001 بار دوم بعد از سخنرانی استادان، دانشجویان از اشعار شاعر شعرها قرائت نمودند. این محفل را باز رنگ دیگر بخشیدند. جان شیرین اینقدر جان مکن، اینقدر بیهوده دلتنگ مکن، گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدک بر باز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جای زیستم. این دلی من منزل یاد تو بود، یاد روی حسن آباد تو بود. به تو نگذشت از گلویم آب هم، به تو در چشمم نه آمد خواب هم. بهار آمد سی عمرم باز یک سالی دیگر بگذشت، تمام زندگی آبسته از پیش نظر بگذشت. و مثلی گوشت و ناخون همیشه با وطن بودم، اگر چه مثلی بودی بهترین هم در سفر بگذاشت. زن اگر آتش نقش رو خواه میمانده، نارسیده باده در جان میمانده. زن اگر ما رو نمیبخشی عمری بردوان، به تخلص به اثر و به نام میمانده. میرزا تورسونزاده شاعری بود که در گفتن شعر همتا نداشت. او جهان منی را با نظم آرا داده بود. گاهو در باره مادر شعر می گفت و گاهو در موضوع دوستی. هر یک مصره شعریش فلسفه زندگی را برای هواداران کلام بدهش باز می کرد. انسانیت محض به همین خاطر به دنیا آمده باشد که از خود به دیگران چیزی باقی ماند. از اینجاست که این شاعر شیرین سخن میرزا تورسونزاده تا امروز در دل هر یک هموطنش زنده و جاوید باقی مانده است. میرزا تورسونزاده توسط اشعار عالمگیر خیش در دل هزاران هواداران نظم شعله امید پروریده است. او در سیمای خلق زحمتکش قهرمانی و وطن پروری، آزادی خواهی و صلح خواهی، استقلال و امنیت پرستی و انسان دوستی برای خصلت های نیک انسانی را کشف نموده است.
آثارخانه میرزا تورسونزاده در شهر دوشنبه جایگیر شده است که هزاران نفر به تماشای آثار گرانبها و رسم‌های میرزا تورسونزاده با نزدیکانش و دوستان او میآیند. در آثارخانه این ابرمرد تاجیک همه آن چیزهایی که خود او از دیگر کشورها جمع‌آوری نموده بود در اینجا محفوظ نگاه داشته، جهان معنی را به تماشابین باز میکند. او برای اثبات نمودن غزل جان شیرین انا همه رسم ها را در آثارخانه گذاشته است که مردم دیده و به اندیشه کردن فرو میروند. هر یک نفری که میرزا تورسونزاده را میشناخت و دوست میداشت به نام او شعر یا غزل ایجاد میکرد که در آثارخانه اش جمع‌آوری نمودند. از جمله در روز مرگش مرثیه‌های زیادی از جانب نویسندگان و شاعران بزرگ کشور گفته شدند. هر یک نفری که احساس بلند وطن دوستی داشته باشد برابری به اینجا وارد گشتن خود را در صحبت استاد در می‌یابد. رسم های تصویر یافته در کاغذ و چوب، در کوزه های سفالی، هیکل های خرد از گچ آماده شده، این همه از قدر و منزلت استاد درک می‌دهند. این چونین بعد از مرگ شاعر نقاب رویش را از گچ آماده نموده به اینجا آوردند. امروز در آثارخانه میرزا تورسونزاده به خاطر 100 سالگی شاعر والاسخن تعمیر رفته ایستاده است. شکر استقلال تاجیکستان عزیز که ما به یگان چون و چرا روز مولود بزرگانمون را همچون روز فراموش نشونده قید میکنیم و با این گونه بزرگان ملت افتخار می‌نماییم. در تنی جان پروران جان می شوی، روز و شب ها انتظار من هنوز، با دلی امیدوارم من هنوز، با دلی امیدوارم من هنوز. کنده شد در راه تو چشمانی من، چشمانی من، کی تو می آیی بیا جانانی من، جانانی من، جانانی من. خانه ما آنقدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست، خانه ما گرچه در چشم شما منظور نیست. هر دو در یک شهری نو سبزیده ایم، هر دو آن را جان و دل بخشیده ایم. شهری ما مانندی باغ و گلشن است، منزلی سیر و تماشا کردن است، منزلی سیر و تماشا کردن است. سوی ما گر با سراغ می روی جان می روی، از میانی کوچه باغ می روی جان می روی، جان می روی. خانه ما آنقدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست، خانه ما آنقدر هم دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست. میرزا تورسونزاده
قهرمان دوران خود بود که ارزنده عنوان بلند کشور صاحب استقلال گردید و تا نفس آخرین خیش رسالت بزرگ تاریخیش را در نزد وطن و خلق خود صداقتمندانه و با سر بلند اجرا کرد. همیشه با وطن بود و همیشه با یاد وطن کارهای شایسته را انجام می‌داد. کردم ولی مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن بود. چنانه که در شعرش می فرماید: با مثل گوشت و ناخون همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بیدش. در فرجام برنامه یک گفته خوب نویسنده بزرگ روس رو نیکلای تیخنوف رو بخاطر می آورم که اون پس می گفتم: اگر شما تاجیکستان رو باری ندیده باشید، اگر در خصوص آن چیزی ندونید، پس اشعار میرزا تورسونزاده را مطالعه کنید. در حال خواهید فهمید که تاجیک است.